در دور جدید حملات هوایی عراق تهران نیز هدف قرار می‌گیرد. مردم تهران و شهرهای دیگر خواستار اقدامات متقابل ایران هستند. مشتاق مقابله مثل موشکی با عراق هستند. اولین موشک های ایران بامداد امروز 23/5/63 کرکوک و بغداد رو به لرزه درآورد. عراقی ها اینقدر شوکه شدن که این انفجارها رو ناشی از بمبگذاری میدونن نه موشک. در دور اول پاسخ موشکی ایران به حملات عراق به مناطق مسکونی، 13 موشک زمین به زمین اسکاد به شهرهای مختلف عراق شلیک می‌شود. عراقی‌ها و حتی آمریکایی‌ها واقعاً غافلگیر شدند. هیچ یک از کشورهای منطقه و جهان حتی تصور نمی‌کنند که قدرت موشکی فعلی ایران یک دهه بعد به قوی‌ترین یگان موشکی منطقه تبدیل شود. علاوه بر پاسخ موشکی، سپاه پاسداران نیز سیستم موشکی زمین به هوای سامدو را به سرعت فعال می‌کنند و پدافند هوایی تهران تقویت می‌شود. گفته می‌شود احتمالاً این موشک‌ها از لیبی خریداری شده است. لیبی با توجه به ویژگی‌های خاص و گاه عجیب قذافی، فعلاً عضو جبهه پایداری در مقابل اسرائیل است. یک روز پس از پاسخ موشکی ایران به بغداد، منافقین که رسماً به ستون پنجم عراق تبدیل شدند با منفجر کردن بمبی مهیب نماز جمعه تهران را به خاک و خون می کشند. واکنش امام جمعه و مردم تحسین امام را برمی انگیزد. مرحوم آیت الله کاشانی چطور؟ مرحوم آیت الله کاشانی یه فرد مکتبی بود. الله اکبر. الله رئیس جمهور اسلامی ایران به بیاناتشان ادامه میدهند. این صدای انفجاری که رخ داد مربوط به یک حرکت منافقانه رذالت آمیزی بود که در بهبوهه جنگ این مردم عوامل و مزدوران خائن استکبار جهانی در نماز جمعه این بمب دستی رو کار گذاشته بودند. ندیدم حتی یک نفر را که یه تزلزلی درش پیدا باشد و اون وقت امام جمعه اونطور با اون تنین قوی صحبت کرد، مردم با اونطور گوش کردن، اونطور فریاد زدن که ما برای شهادت آمدیم. تابستان گرم 64 از راه رسیده است. لیبرال ها و منحرفین یک بار دیگر همچون بلندگوهای یأس و ناامیدی تکرار کننده سازش با صدام شدند. هاشمی رفسنجانی به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع پیشنهاد می‌کند موافقان ادامه دفاع مقدس در روز قدس به خیابان‌ها بیایند. عراق تهدید می‌کند راهپیمایی روز قدس را بمباران و موشکباران خواهد کرد. ما در خانه خوابیده بودیم که شنیدیم که آجر خطر و در دیدیم که رفتیم پیش فهمیدی که پیش بم افتاد تو خونه. فکر می‌کنی صدام چرا این کار می‌کنه؟ چون صدام خودش نمی‌تونه رزمنده‌های بجنگه و چون مونده به روز قدسه مثل هر سال یا هواپیما میتوسه، امسال هم میخواد با زدن شهر کار کنه که مردم از روز قدس فراموش کنن و به یاد شهرها باشن، ولی این کارها واسه هیچ فایده نداره. مردم همچون امواج خروشان اقیانوس در سراسر ایران به خیابانها میریزند و روزی به یاد ماندنی را در تاریخ مقاومت ملت رقم میزنند. ایستادگی مردم سرافرازی ایران و انقلاب را در مقابل تهدیدات صدام به دنبال می آورد. تلویزیون عراق با پخش تصاویر صدام در حال نماز خواندن و زیارت عتبات در تلاش است وجهه ضد اسلامی صدام را در افکار عمومی بهبود بخشد. امام با ظرافت صدام و حامیانش را به سخره می گیرد. یه تحولی شده است که تا
تحول انسان شناسی و اسلام شناسی پیشترها اگر یادتون باشه باشد کارتر ادعا می کرد که ایران اسلام رو نمی دوند. حالا دارن همه ادعا می کنن. مقامات امریکایی هم همین مطلب رو میگن که اینا اسلام را درست نمیدونن. قبلا بگین همین حرف رو میزد، حالا داخل و خارج همین حرف رو میزنن. من نمیدونم که اینها میخوان عروة الوثقی را حاشیه کنند.